الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خوش آمد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان در این محفل نورانی و عرفانی، و خداوند رو شاکرم که توفیق این رو داشتم که برای بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم و همچنین در حضور مولانا جلال الدین محمد بلخی و شرح آثار اون بزرگوار. انشاءالله امید داریم که این جلسات آغازی باشه و آغازی دوباره باشه در حقیقت در راهی که استادمون شروع کردن، و انشاءالله با کمک شما عزیزان بتونیم برداشت‌های معنوی از این حضور و از این جمع داشته باشیم و به نوعی راه سعادتمون رو از طریق توشه‌هایی که از این گنجینه ارزشمند می‌گیریم هموارتر بکنیم. خب بنده حقیر قبلا هم در خدمتتون بودم و سعادت این رو داشتم که تا حدودی از محضر استاد حاجی بلند و برخی از اساتید دیگه بهره بگیرم، ولی خب اگر بخوام واقعا خودم رو به قولی وامدار کسی بدونم، کسی نخواهد بود به غیر از استاد حاجی بلند که راه شناخت مثنوی و شناخت مولانا و همچنین راه عرفان رو به تک تک دوستان نمایان رو بنده هم تونستن که چند قولی وقتی رو در حضور ایشون باشم. البته آشنایی بنده با مثنوی یه مقدار سابقه بیشتری داره، بنده تقریبا 6-7 ساله بودم فکر میکنم که دو جلد کتاب کودکانه به رسم هدیه تولد دریافت کردم از عزیزی. این کتاب ها نوشته آقای مهدی آذری یزدی بود، کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب. شاید بعضی از دوستان این کتاب ها رو دیده باشن، واقعا آثار شگفت انگیزی هست این کتاب ها. و امروزه که این والدین که میگن چطور فرزندمون رو باید تربیت کنیم، چه مسیری رو جلوی چشمشون بگذاریم، شاید یکی از چیزهایی که میتونن هدیه بدن به فرزندانشون این کتاب ها باشه. چقدر این کتاب ها شگفت و عجیب و ارزشمند هست به خاطر اینکه از میراث کشورمون نشأت گرفته، میراث گذشته دین و به قول اعتقاداتمون نشأت گرفته. در 9 مجلد این کتاب ها نوشته شده تا اونجایی که یادم هست، حالا خیلی وقت پیشه، که بخشیش در مورد داستان‌های کلیله و دمنه، داستان‌های شاهنامه، داستان‌های مرزبان‌نامه، و 2 جلد از این کتاب‌ها که شانسن حالا این 2 تا جلد در اختیار من بود، جلد 4 و 5، 1 جلدش داستان‌های قرآنی هست و جلد 4 هم داستان‌های مثنوی. این داستان‌های قرآنی که فوق‌العاده شگفت‌انگیز بود و من به نحویش شیفته این داستان ها شده بودم و داستان انبیا رو از داخل اینها پیگیری میکردم که دیگه شبانه روز همه این داستان ها رو برای چندمین بار، نه یک بار و دو بار، اینها رو مطالعه میکردم و لذت میبردم. خب این نوع داستان ها واقعا شکل‌دهی میکنه به هویت یک کودک و واقعا میتونه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه در شکل‌گیری ذهنیت اولیه کودک. و خب آدم یه داستانی هم توی پارانتز بگم، یک بار پدر بنده در مورد مشاغل داشت صحبت میکرد برای من که پسرم مثلا این شوق مثلا صنعتگری اینجوری و داد و ستد اینجوری و فلان و فلانه، این شوق ها رو گفت و گفت. منم که این کتاب هایی داشتم میخوندم گفتم این شوق پیغمبرها چجوریه، اینو به من میتونیم بیشتر توضیح بدیم؟ بعد که نه، اون شوق محسوب نمیشه، بالاخره رسالتی بوده که خداوند بر عهده پیغمبران گذاشته و فلان. بعد مشاغل دیگر هم توضیح داد از دانشمندا و علما و فلان، گفت که خب پسرم تو هم باید تلاش کنی که بالاخره علم آموزی کنی
برید به دنبال بالاخره اون صنعتی که دوست داری و فدا. من گفتم نه، من میخوام همون پیغمبر بشم، این کارهای اینا خیلی قشنگتره. شما حضرت موسی مثلا عصا رو میزد به دریا، دریا شکافته میشد، نمیدونم حضرت عیسی مرده زندگی زنده میکرد و نمیدونم حضرت ابراهیم چه کارهای خیلی جذاب بود. برای برها دوران کودکیه و به بودی مختزیات خودش. اما داستان‌های مثنوی واقعا اون هم یه فصل دیگه بود که واقعا جذاب و جالب بود. یادم میاد که اولین داستانش در مورد اون فردیه که میره پیش یک دلاکی تا روی بدنش خالکوبی شیر انجام بده و این فرد دلاک که شروع میکنه به خالکوبی کردن، این داد و بیدادش میره هوا که داری چی کار میکنی و نشتر سوزن داره خیلی اذیت میکنه و میگه خب من دارم مثلا یال این شیر رو طراحی میکنم روی شانه تو، یا حالا این یال رو ولش کن بیخیال شو برو یه قسمت دیگه ای رو طراحی. این شروع میکنه واسه از یه جایی دیگه، این باز داد و بیداد که این کجاست، میگه این دومشه، میگه دومش هم ول کن. بعد شروع میکنه قسمت دیگه ای رو شروع کن، باز داد و بیداد که اینجا کجاست، میگه اینم شکم شیر هست، میگه شکمش رو هم بکن. تو خلاصه دلاک اعتراض میکنه که شیر بیاد و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا کی آفرید. و از اینجا مولانا حالا اون مسائلی که مد نظرش هست رو شروع میکنه و بیان میکنه. حالا من چند بیتی از اون رو ببینم یاد داشت کرده بودم. ای برادر صبر کن بس درد نیش، تا رهی از نیش نفس گرد خویش. که این اون درسیه که مولانا در اسنای این داستان میخواد به ما بگه. و هر حال این آشنایی با مولانا در ذهن و ضمیر بنده بود. حالا از تعریف کردن این داستان ها بنده یک هدفی دارم که به یه سرمنزلی برسونم این قضیه. بعدها بنده با مسائل فلسفی آشنا شدم و دوران نوجوانی بود و یک کتابی هست که من توصیه میکنم اگر دوستانی علاقه به فلسفه دارن، این کتابی خیلی راحت و آسان در مورد فلسفه غرب داستان گونه به نام دنیای صوفی که داستان فلسفه غرب رو از اون فلاسفه یونان، ارسطو و افلاطون شروع میکنه، شاید قبل از اونها شروع میکنه و به فلاسفه متأخرتر و معاصر میرسونه و یک اجمال کلی از تاریخ رشد فکری و رشد معرفتی انسان رو در قالب فلسفه غرب بیان میکنه. این کتاب هم خب خیلی جذاب بود برای من و چون به نوعی انسان همیشه در تکاپو هستش که به دنبال معرفت بره و معرفت رو بشناسه. در حقیقت معرفت شناسی خودش یک مرحله ای هست که ابتداعا انسان نیاز داره که بدونه چه چیزی را میخواهد که بداند. بعد از مدت ها حالا با تاریخ فلسفه ویلدورانت من آشنا شدم، با اونها بودی اوقات میگذراندم و اونا رو مطالعه میکردم تا اینکه دوران دانشگاه و به بودی ورود به عرصه دانشگاه و اینا شروع شد. تو دوران دانشگاه خب خودتون میدونی هر کسی شاید این تجربه رو داشته باشه، وقتی وارد دانشگاه انسان میشه با آرا و افکار خیلی متفاوت و متنوع آدم آشنا میشه و این افکار و آرا به نوعی بعضا باعث میشه که انسان یک تلنگری به خودش بزنه که دارم من چی کار میکنم، به چی دارم اعتقاد میورزم، به چی باور دارم. همه اینها گاهن سست میشه، گاهن محکمتر میشه و به هر حال چالش هایی رو برای انسان به وجود میاره. خب این چالش ها برای من یه مقدار سنگینتر تمام شد و به نوعی در درون خودم به یک تضادهایی رسیده بودم که نکنه هر چیزی که ما نسبت به اون باور داریم، اعتقاد داریم، اصلا میفهمیم، معرفت داریم، همه به نوعی سست و متزلزل باشه و به نوعی شک عجیبی تمام افکار من رو فرا گرفته بود. به همه چیز تقریبا شک داشتم و هیچ چیز رو نمیتونستم به تمامی قبول یا باور بکنم.
و تصمیم گرفتم که هر چیزی تو ذهنم هست رو همه رو بیرون بریزم تا از دوباره اگر میخوام یک سازه فکری یا یک خانه فکری رو برای خودم بنا بکنم، از دوباره این خشت‌ها رو روی هم محکم‌تر بچینم تا یک ساختمان فکری مستحکم‌تری برای خودم ایجاد بکنم. خب این بیرون ریختن واقعا دردناکه، یعنی واقعا انسان وقتی که همه چیز رو ویران میکنه تا از دوباره شروع کنه و چیز نوعی رو برپا کنه، واقعا درد فراوانی شاید بکشه، چون همه چیز، هر چیزی که با اونها هویت پیدا میکرد، قولی شخصیت پیدا میکرد، همه اونها هم به نوعی با این افکار و اندیشه ها به دور ریخته میشه. مولانا میگه به ما که ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. و واقعیت همین هست. به هر حال همه اینها رو بنده گفتم که به اینجاها برسونم تقریبا بحث رو، که در این اسما بود که از طرفی اون تزلزل‌های اعتقادی به نوعی دامنگیر شده بود، از طرفی شک‌های فراوان، که بنده توفیق این رو پیدا کردم که با استاد حاجی بلند آشنا بشم. حالا داستان این آشنایی هم جالب بود. ما یک من خیلی ورزش کار دبدن خیلی ورزش کار دارم ورزش میکردم و یک استادی داشتم که ایشون معتقد بود ورزش به قولی مؤثر اینه که انسان نه فقط ورزش جسمی بلکه ورزش ذهنی هم داشته باشه، یعنی هماهنگ کردن ذهن و جسم میتونه نقش خیلی مؤثری داشته باشه در توفیقات بیشتر یک ورزشکار به عنوان کسی که میخواد به قولی حالا سلامت بیشتری رو کسب کنه یا یک ورزشکار حرفه‌ای میشه. و توصیه میکرد که ورزش یوگا این خاصیت رو داره، یعنی شما وقتی میرین یوگا کار میکنین باعث میشه که شما ذهنتون رو با جسمتون هماهنگ بکنین. این تنفس‌هایی که وجود داره در ورزش یوگا، نمیشه گفت ورزش، در حقیقت یوگا یک علم شاید 3-4 هزار ساله باشه که در شرق باستان به این رموز پی بردن، پله پله اینها رو کشف کردن که چطور تنفس، چطور تمرکز، چطور آماده سازی ذهن میتونه انسان رو در مرتبه وجودی بالاتری قرار بده و اون پتانسیل های وجودیش رو آزاد بکنه. به هر حال در باب یوگا بحث زیاد هست و خیلی به قولی صحبت ها و بحث ها شده. منتها اینو میخواستم بگم که بنده دنبال این بودم که برم به کلاس یوگا و یوگا یاد بگیرم. دیدم که یک آگهی زدن توی جهاد دانشگاهی به عنوان کلاس های یوگا مدرس استاد علی حاجی بلند. حالا نمیدونم، شاید بعضیاتون تعجب بکنید از این قضیه. استاد در عرفان‌های شرقی و این مکاتب هم دستی بر آتش داشتن، یعنی آشنایی خیلی زیادی با این مسائل متافیزیکی و مسائل عرفان شرقی داشتن و به نوعی هم همیشه یه تلفیقی رو از عرفان اسلام و عرفان شرقی، شاید یعنی عرفان شرقی که در خدمت فهم بهتر عرفان اسلامی باشه رو جلو می‌برده. برحال این باب آشنایی شد که بنده استاد رو ملاقات کردم و اون شعر مولانا یادم اومد که میگه گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. انسان بعضی وقت دنبال یه چیز دیگر است، یه کسی دیگر رو پیدا میکنه. اون یکی در پی نان میتوید، گشت عاشق چو نانبار را بدید. یه نفر میدید دنبال نان بود، میخواست نان پیدا بکنه، رفت نانبار رو دید، عاشق نانبار شد. به هر حال کار از کار خیزد در جهان. این کلاس ها رو من حضور داشتم و میدیدم که یه سری اون افرادی که اونجا هستن استاد رو از یک جهت‌های دیگه‌ای ظاهرن می‌شناسن، چون سوال‌های عجیب‌تری می‌کنن. صرفاً سوال‌ها بر مبنای نمی‌دونم یوگا و اینجور چیزا نیست، سوال‌های عمیق‌تر، معرفتی‌تر و به قولی عظیم‌تری هست.
یه چیزی هم عرض کنم، من در دوران دانشگاه یک مطالب دیگه هم که دنبالش رفتم در مورد فلسفه شرق بود، چون از فلسفه غرب به نوعی ناامید شده بودم. یه مدت که مطالعه کردم دیدم اون چیزی که در فلسفه من میتونم پیدا کنم واقعا چیزی به درد بخوری نیست و هرچند جلوتر میرم این داره پیچیده تر میشه، عوض این که اون حقیقت رو و معرفت رو روشنده رو واضح‌تر به نمایانند برعکس داره قامستر و پیچیده تر میشه. این خاصیت فلسفه است و مولانا هم خودتون میدونید که از مخالفان سرسخت و جدی فلاسفه هست. حالا این دلایلش در آینده انشاءالله در طول مثنوی در موردش بحث و بررسی خواهیم کرد. وقتی این اتفاق افتاد من گفتم شاید خب این فلسفه غرب یه مشکلی داره، من برم یه مقدار فلسفه شرق بخونم ببینم که فلاسفه شرقی چی گفتن. یه چند کتاب هم اونجا مطالعه میکردم، چیز خاصی به اون صورت گیرم نیمد، منتها مسئله این بود که در اون مطالعات یک کتابی بود به نام ملا صدرا نوشته هانری کوربن، فیلسوف فرانسوی، نمیدونم اطلاع دارید که بالاخره ایشون از فلاسفه بزرگ و از مستشرقان تاثیرگذار در شناسایی فلسفه و عرفان اسلامی به دنیا هستند. البته ایشون به نوعی خودش سرآمد فلسفه است، ولی بعد یه مدت به نوعی میشه گفت شکار شهاب الدین سهروردی میشه و اون مسائل اشراقی که شیخ شهاب الدین سهروردی مطرح کرده این رو دربر میگیره و به نوعی عاشق این شیوه و راهبرد میشه و بخشی از عمرش رو صرف شناساندن این بزرگان میکنه. به نوعی حالا سهم بزرگی در شناسایی میراث ایران زمین داره ایشون. این کتابی ملا صدرایی که نوشته بودن بیشتر فلسفه شرق رو توضیح میداده، اما در لابلای این فلسفه شرق مسائلی در مورد عرفان بود، شعرهایی از مولانا، شعرهایی از حافظ، عرفای دیگه مثل صنایع غزنوی مانند عطار، و این قسمت‌های کتاب بسیار جذاب و دلنشین بود. خیلی کتاب جذابی بود، هرچند خب اون شناسایی و شناساندن فلسفه ملا صدرا هم زیبایی خاص خودش رو داشتن. در حال این کتاب هم همزمان شده بود، یعنی به نوعی من خیلی علاقمند بودم به عرفان ولی دید خاصی نسبت به مسئله عرفان نداشتم. در این جلسات یوگا که برگزار میشد من میدیدم خب اون کسایی که دارن سوال میکنن سوالهای معرفتی خاصی میکنن در مورد روح و زندگی پس از مرگ و این چه ربطی به یوگا داره، چون استاد اصلا داره در مورد اینها جواب میده و استاد هم نیست جوابهای بسیار حکیمانه و عجیب و جالبی به این دوستان میده. تا اینکه خب منم تصمیم گرفتم وارد این بحث ها بشم، یعنی بحث ها بعد از کلاس ها برگزار میشد. یه بار دیگه عزم خودم رو جذب کردم و سوالی تدارک دیدم و این سوال به نوعی به ذهن خودم خب خیلی سوال خاصی میمد. من از استاد پرسیدم که این که در آموزه های دینی گفته میشه که بعد از مرگ حجاب ها میفته و انسان نسبت به ندانسته های خودش آگاه میشه و غفلت هاش برکنار میشه، مسائل براش آشکارتر میشه، این رو شما قبول دارین؟ استاد گفت بله. خب خیلی زیاد شده. گفتم همون شعری که ما میگفتیم ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گفت بله. گفتم خب ما همش اندیشه ایم دیگه، حالا دانسته های ما بخشی از وجودمون رو تشکیل میده، ندانسته هامون هم بخشی شد، یعنی اگر ما یه سری ندانسته ها داریم یه سری دانسته ها، به هر نسبتی که حالا دانسته و ندانسته داریم هویت وجودی پیدا میکنیم نسبت به همه چیز، هر چیزی که در دنیا هست، و اگر قرار باشه در اون دنیا این بخش های نادانسته هم همش آشکار بشه دیگه اون هویت وجودی ما کجا میره؟ دیگه منی وجود نداره، همه چیزی که شما میدونید منم میدونم، چیزی که من میدونم شما هم میدونید، چه فرقی بین من و شما هست؟ یعنی در حقیقت ما از بین رفتیم، به نوعی به فنایی رسیدیم، فنای آگاهی، ولی یه منی وجود نداره اینجا.
خب تو ذهن خودم یک سوالی پخته بودم و با استاد مطرح کردم. استاد با اون نگاه نافذش، اون چشمانش همیشه در یادم هست، نگاه کرد به من گفت تو اصلا چی میدونی؟ هیچی هم نگفت، همین تو اصلا چی میدونی؟ و من خب چون همواره در چالش بودم که اون ساختمان فکری رو برای خودم ایجاد بکنم و یه آجرهایی رو داشتم میچیدم و فکر میکردم که چه چیزی خوب هست، چه چیزی بد هست، چه چیزی درست هست، چه چیزی نادرست هست، چه چیزی حق هست، چه چیزی باطل هست، نه هیچ معیاری هم پیدا نمیکردم برای اینکه این ساختمان رو بچینم. یعنی آجرها رو تازه یکی یکی میخواستم بچینم و مثلا دو سه تا آجر میخواستم بچینم، نمیتونستم این کار رو انجام بدم. با این جوابی که استاد دادی هرچی هم شیده بودم این هم زد داغون کرد که من واقعا چی میدونم. برگشتم و یه چند روزی، شاید چند هفته به این قضیه فکر کردم که من چه میدانم واقعا. چون این چه میدانم وقتی برای آدم، ما شاید هممون بگیم که ما چه میدانیم، خیلی چیزا میدونم، من نمیدونم فلانی مهندسه، اون یکی از علوم سر در میاره، اون یکی دکتره، اون یکی وکیل حقوق میدانه، هر کدوم از اینها دانسته هاست دیگه. ولی من چه میدانم داره به این اشاره میکنه که تو بعد از مرگ چه میدانی، وقتی مردی چی میدونی، این دانسته هات آیا قابل انتقال هست به دوران بعد مرگت، اون زمانی که بالاخره حضرت علی میگه، میگه هیچ حقیقتی مشکوک تر از مرگ وجود نداره، حقیقت مطلقه اما همه به شک دارن، هیچ کس فکرش هم نمی کنه، ولی یه حقیقتیه که امکان نداره اتفاق نیفته. هر چیزی در دنیا امکان داره که اتفاق نیفته، ولی مرگ تنها چیزی که امکان نداره اتفاق نیفته، اتفاق میفته. برای بعد از مرگ چه چیزی باقی میمونه در ما؟ کدام معرفت برای بعد از مرگ باقی خواهد ماند؟ کدام معرفت این جهانیست؟ کدام معرفت آن جهانیست؟ در دنیای امروزی ما بمباران اطلاعاتی و علمی و اطلاعات فضایی و نمیدونم اطلاعات زمینی، همه جور اطلاعات داریم کسب میکنیم. از وقتی که بچه 6-7 سالش میشه میبریمش مدرسه، مغزش رو پر میکنیم از اطلاعات و یا بهش یاد میدیم که چطور بره این اطلاعات رو کسب بکنه. حالا مدرسه ما اینو یاد نمیدن، اونا آمریکا یاد میدن که به جای اینکه درس یاد بدن بهش یاد میدن چطور بره خودش یاد بگیره. ولی به هر حال چی یاد میدن؟ یاد میدن که چطور بفهمی بیرون چه خبر هست، دور و بر چه اتفاق میفته، چه چیزی رو چطور توجیه کنی، کدام علم رو چطور بفهمی. اما سوالی که اینجا مقفول میمونه اینه که چی از خودت میدونی؟ مسئله خودشناسی. این تمایز بین عرفان و علم امروزی هست. فرق اساسی بین عرفان و علوم امروزی که تقریبا میشه گفت هویت و شخصیت همه انسان‌ها رو به نوعی شکل میده. یعنی امروز ما بخوایم اگر ارزش گذاری بکنیم در دنیا، بگیم که چه چیزی درست هست، چه چیزی غلط هست، چه چیزی حق هست، چه چیزی باطل هست، چه چیزی راه راسته، چه چیزی راه غلط، به نوعی میگیم که چه چیزی علمی هست و چه چیزی علمی نیست. معیار همه چیز شده علمی و غیر علمی. بعد علمی که شما اگر واقعا یکم فلسفه علم خونده باشید، برید در بطن این قضیه می‌بینید چقدر این علم سست است. امروزه دیگه فلاسفه هیچ وقت نمیان که ما قانون علمی داریم، میگن همه تئوری‌های علمی هست، چون هر لحظه احتمال داره تئوری جدیدتری بیاد جای تئوری قدیمی‌تر رو بگیره. به هیچ تئوری علمی امروز نمیشه قدرش شد و بگیم که این دیگه حقیقت محض و بدیهی هست، همچین چیزی دیگه در عالم وجود نداره. این علم ها شده معیار هویت شخصیت انسان امروزی.
همه در بیرون هست، اما هیچ کسی نمیاد به شما یاد بده که، به ما یاد بده که تو در درون چی هستی. همون حدیث قدسی معروف که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، اصلا راز شناخت خداوند هم از درون خود هست، از خودشناسی هست. و جالب اینه که ما این خودشناسی رو کلن به کناری نهادیم. شما جایی رو سراغ داریم مثلا تو مدرسه، دانشگاهی، آکادمی، حوزه‌ای به شما بگن که اصلا شما چی هستی؟ این همون چیزی هستش که مولانا به ما خواهد گفت. همه این بحث‌ها رو می‌خواستم اینجا برسونم که ما در خواندن مثنوی در حقیقت این مسیر رو خواهیم پیمود که من چه چیزی هستم. در جای جای مثنوی مولانا اون زمان همین رو تشخیص داده بود، میگه صد هزاران فضل دارد داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. خیلی فضایل از علوم می دونه، اما هیچ دانسته ای از جان خودش نداره. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. از هر جوهری خبر داره، از علوم، از مواد شیمیایی، از بیولوژی، از همه چیز خبر داره، اما در درون خودش چه خبر هست از اون هیچ خبری نداره. اصل جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. اصل علم این هستش که اگر حالا ما این فرض رو گرفتیم که اعتقاد داریم که یوم دینی وجود داره، که در اون لحظه من چیستم، کیستم، وقتی قالب تن رو رها کردم، وقتی این عالم ماده رو رها کردم، این عالم فیزیک رو رها کردم، چه چیزی میمونه؟ وقتی اوریان شدم از تن، شعر مولانا هست، من شدم اوریان ز تن او از خیال، می خرامم تا مقامات وصال. اگر درست عرض کرده باشم که مولانا در آخر اواخر زندگانی خودش این احساس رو داره که اوریان ز تن شده، وقتی این لباس تن رو در آورد چه چیزی میده، و می خرامد به سمت پروردگار، به سمت معشوق، به سمت وصال. اونجا من چی هستم؟ این اون چیزی هستش که عرفا سعی کردن به ما بفهمونن، عرفا سعی کردن در مورد اون به ما صحبت بکنن. مولانا اعتقاد داره که این مسیر به نوعی از یک مسیری هستش که این مسیر خودشناسی، این مسیری که ما در طول این مسیر میخواییم خودمون رو پله پله بشناسیم، مسیری هستش که در انتها به نوعی فنا، فنای از خویشتن، فنای از نفس منتهی میشه. عرفا اعتقاد دارن که وجود ما نه یک وجود حالا صرف یگانه یا دوگانه مادی و روحی، بلکه وجودی چند لایه است، وجودی مثل یک پیاز که لایه های متنوعی در این وجود داره. شما دقت بکنین، ما در زندگی روزانه خودمون یک ماسک یا چهره‌ای داریم برای وقتی که در جامعه با دیگران در ارتباط هستیم، یک ماسک و چهره‌ای داریم وقتی در خانه خودمان هستیم، یک ماسک و چهره‌ای داریم وقتی به قولی با نزدیکان خودمون هستیم. اینها هنوز اون لایه‌های بیرونی که قابل مشاهده است. یه مقدار از این لایه‌ها داخل‌تر می‌بینیم، اون مسائل نفسانی انسان وقتی به خودش رجوع می‌کنه می‌بینه یک وجودی در اون درون وجود داره که طلب میکنه، میخواد از خوردنی ها و آشامیدنی ها و زیورالات و چی ها و چی ها و
مسائل دنیوی یک اشتهای خاصی داره نسبت به این مسائل. از اون یک لایه داخل‌تر یک وجودی که تمایل داره به مقام و منصب و به قولی موقعیت اجتماعی، از اون یک وجود داخل‌تر شاید یک نوعی دیگر و یک نوعی دیگر، و این وجودها در مسیر سلوک یواش یواش هر کدوم رنگی بازن، هر کدوم یک لایه‌ای مثل که تراشیده میشه، وجود سالک یواش یواش تراشیده میشه و از داخل اون یک وجود دیگه‌ای در میاد. وقتی اون وجود بعدی تراشیده میشه یک وجود دیگه‌ای در میاد و رفته رفته این پالایش پیدا میکنه. مولانا در اینجا میگه ای تو در بیگار خود را باخته، دیگری را تو ز خود نشناخته، تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این ولهان تو نیستی. تو داری یک پیکاری رو شروع کردی، هی این پوسته ها رو از خودت میکنی، به پوسته جدیدی که میرسی میگی آها بس من این بودم، من اون قبلی نبودم، من اون ماسکی که به صورت زده بودم نبودم، من حقیقی داخل بوده، من از این غافل بودم. ولی اون هم تو نیستی، اون هم یک لایه دیگری هست. بعد از مدتی کنکاش، بعد از مدتی خودشناسی، اون لایه رو هم جدا خواهی کرد و به لایه دیگری خواهی رسید. لایه بعدی، لایه بعدی، لایه بعدی، همینطور داخل‌تر میگی. کیست بیگانه تن خاکی تو، از برای اوز غمناکی تو. این تن خاکی باعث مهنت‌های توست، خواسته های این تن خاکی باعث مهنت‌های توست. تو لایه لایه تازه از این تن خاکی هم داخل‌تر می‌بینی، لایه های وجودی روحت هم یک لایه نیست، شاید اونها هم چند لایه است، اونها رو هم می‌کاوی، داخل‌تر می‌بینی، داخل‌تر می‌بینی. به کجا می‌رسه این سیر؟ این سیر به کجا می‌رسه؟ مولانا یک بیتی داره، میگه در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. یک منی در درون خودش پیدا کرده مولانا که از خود مولانا مولانا تره. این اصطلاح منتر هیچ کسی اینو استفاده نکرده در تاریخ ادبیات، این ابداع مولاناست. در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. یک منی در درون وجود داره، یک منی که از من هم منتر هست، اون وجودی که وصل هست شاید به اون معشوق هستن. این اون نگاهی هستش که در مثنوی پیگیری میشه و دنبال میشه، اون مسیری هستش که مولانا میخواد به ما یاد بده که چطور این مسیر رو بپیماییم و چطور در این راه قدم به قدم با مولانا همراه بشیم، اسرار و رموز این راه رو شناسایی بکنیم. از طرفی خب این لایه های وجودی هر کدوم یک منی هست، هر کدوم یک بخشی از وجود ما هست که ما رفته رفته اینها رو به نوعی همون جوری گفتم میتراشیم، از خودمون جدا میکنیم. یه داستانی مولانا داره، حتما این رو هم شنیدید، آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست، گفت از نحو دانی هیچ؟ گفت لا، گفت نیم عمر تو شد بر فنا. یک نحوی، یک کسی که علم نحو، علم دستور ادبیات عربی رو خیلی وارد بود و بلد بوده، میره سوار یک کشتی میشه و با اون تبختر خاصی که داشته، سینه رو جلو گرفته، با اون دبدبه و کبکبه خودش برمیگرده به کشتیبان، میگه که آیا تو هیچ اطلاعی آشنایی با علم نحو داری؟ میگه که نه، من علم نحو نمیشناسم، من کارم کشتیبانی و سباحیه. میگه نصف عمرت برفنا، نیم عمرتو برفنا باد، از این علم گوهربار هیچی نمیدونی. گشت
گفت هیچ از نفت خاندی، گفت لا، گفت نیم عمر تو شد در فنا، با کشتی را به گردابی فکند. رو به نحوی گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نیم ای خوش جواب خوب، نه من هیچ شنا کردن بلد نیستم. گفت کل به عمر تو بر فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. همه عمر تلان بر فنا رفت، کشتی داره غرق میشه. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب. اگر محو شدی اون وقتی که خیلی راحت، دیگه غرق شدنی برای تو وجود نداره. تا زمانی که نحو هستی، تا زمانی که وجودی برای خودت قائل هستی، برای تو مهنت هست، برای تو درد هست، برای تو رنج هست، برای تو مسائل مختلف هست. ولی وقتی از اون نفس، از اون دایه های وجودی فارغ شدی، آسوده شدی، دیگه هیچ درد و رنجی برای تو وجود نداره. محو می باید بدان اینجا، گر تو محوی بی خطر در آب را. مرد ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا شما را محو نحو آوردیم. ما این داستان مرد محوی رو برای این آوردیم که محو نحو رو یاد بدیم شما. یاد بدیم چطور محو بشید تا دریای معنای و گردابهای معنویت شما رو غرق نکنه، تا بتونیم ماهیوار، کشتیوار در این دریاها سیر و سلوک بکنید. این هم بخشی از اون آموزه‌های مولانا هستش که ما رو به این مسیر داره هدایت میکنه، که چطور رفته رفته از اون وجودهای کذایی که بر خودمون بربستی، از اون لایه‌های وجودی که به نوعی حالا از بدو تولد با ما همراه بوده، رفته رفته فارغ بشیم و به یک وجود ناب، به یک وجودی که محو هست در حقیقت برسیم. این هم هدف مولانا هست از نگارش این دیوان شریف و دیوان بزرگ. مولانا بارها در جای جای مثنوی به کتاب خودش اشاره میکنه و اون رو به اسمهای مختلفی به ما معرفی میکنه. گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی یابی و بس. خودش اعتقاد داشته که این دیوان عظیمی که داره گردآوری میکنه و رفته رفته اون رو پرتر و پرترش میکنه، یک هدیه‌ای هست، یک میراث بزرگی هست که در آینده باقی خواهند ماند و نشان راه راهجویان خواهند بود. جای جای مثنوی رو گر شدی عطشان بحر معنوی، اگر تو را تشنگی به وجود آمد برای اون آتشی، برای دریافت مسائل معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. و مثنوی رو مثل یک جزیره در درون بحر معنا تصور میکنه. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی یابی و بس. مثنوی سراسر معنویت است. جای دیگری میگه یک مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. ما یه دکانی باز کردیم اونجا فقط وحدت میفروشه، دکان وحدت، فقط در مورد وحدانیت معشوق داریم صحبت میکنیم. هر چیز دیگری که اینجا داریم عرضه میکنیم از تمثیلها و داستانها و قصه هایی که داریم به شما میگیم، اینا بت هستن، به اینها اعتنایی نکن. جای دیگری مثال میزنه، میگه شما وقتی میرید توی یک مغازه بزازی، شاید در اونجا یک متری ببینید، یک قیچی ببینید، یک وسایل دیگه‌ای ببینید که اون بزاز از طریق اون پارچه‌ها رو می‌بره و می‌فروشه، ولی اونها برای فروش نیست. اون قیچی و متر و اینها ابزار کار هست، برای فروش نیست.
متاع اصلی که برای فروش اونجا وجود داره این پارچه هست. میگه مغازه دکان مثنوی هم همین هست، متاع اصلی که فروخته میشه اینجا همان متاع وحدت هست، اما در کنار اون داستان ها و قصه ها و مثل ها شما رو کمک خواهد کرد که این متاع رو بیشتر بشناسید، این متاع رو به جان بخرید. این باز نگرشی از مولانا نسبت به اثر گرانقدر خودش است. خب من تصمیم ندارم در مورد تاریخ به وجود آمدن، حالا تاریخ زندگانی مولانا که خیلی شنیدید بارها گفته شده که ایشون وقتی کودک بود از بلخ که زادگاهش بود توسط پدرش و خانوادش از اونجا نقل مکان میکنه و در راه عطار نیشابور رو میبینه. من به خلاصه اینها رو زود عرض میکنم. سفر بلندی رو شروع میکنن. خب منطقه ناامن بود، بغلها حمله میکردن به اون منطقه‌ای که اینها داشتن زیست میکردن و بالاخره پدر مولانا با اون ذکاوتی که داشت فهمید که دیگه اونجا زیاد اهمیت خاصی نداره. به بهانه سفر حج اینا از اونجا نقل مکان کردن، به حج رفتن و از اونجا برگشتن طرفهای سوریه امروزی، حلب و دمشق. و بعد هم مولانا به قونیه اومد و تا آخر عمرش در قونیه سکنگوزید. مولانا تقریبا 38 ساله یا 40 ساله بود که شکار شمس تبریزی شد. شمس تبریزی آن عارف شوریده و رند که به نوعی بهش میگفتن شمس پرنده، چون در یک جا نمیتونست هیچ وقت به مدت طولانی بمونه و دائم از جایی به جایی دیگه نقل مکان میکرد. زندگی سبک، راحت، بدون دغدغه، بدون وابستگی داشت، به هیچ چیزی در دنیا وابسته نمیشد. همین شمس وقتی اومد معلم مولانا شد، به مولانا یاد داد که چطور اون هم سبکبار بشه، چطور بتونه راحت پرواز کنه. اگر هم نمیتونه به ظاهر و به تن پرواز بکنه و راحت از جایی به جایی دیگر بره، حداقل روح و روان و ذهنش رو آزاد بکنه و بتونه به پرواز در بیاد. در حقیقت چیزی که شمس به مولانا یاد داد این بود که چطور یاد گرفته هاش رو بذاره کنار، بلکه این نبود که چیز جدیدی بیاد به مولانا یاد بده. مولانا عالم عالمیان بود، از فقه و علوم و تمامی مسائل فلسفی و کلامی که در اون روزگار وجود داشت سرآمد بود و همه رو میدونست. شمس در حقیقت اومد بهش گفت که اینها تو رو سنگین کرده، این وابستگی هایی که به کلاس های درست داری، این وابستگی هایی که به شاگردات داری، این وابستگی هایی که به کتاب ها داری، به علومی که با اونها فرق میفروشی، اینها تو رو سنگین کرده. اگر میخواهی سبک بشی و روحت رو به پرواز در بیاری، اینها رو باید وانهی و به قولی به کناری بنهی. ابتداعا از اون کارهایی که شمس کرد این بود که منع کرد ایشون رو از خوندن بسیار کتاب. ایشون خیلی کتاب میخوند، حتی منعش کرد از چنده نگه داشتن و ریاضتهای بسیار سنگین، چون مولانا قبل از اینکه شمس رو ببینه ریاضتهای خیلی سختی میکشند و به قول خودش سجاده نشین باوقاری بود که بعد از اینکه با شمس آشنا شد بازیچه کودکان کوی شد. این سبک کردن مولانا پله پله توسط شمس اتفاق افتاد و به جایی رسید که مولانا بی پروا در بازارهای قونیه به رقص سما و پایکوبی شروع میکرد و اندک ترنمی و اندک تنتنهی که از موسیقی به گوشش میرسید او رو به یاد معشوق میانداخت و شروع میکرد در هوای یار و در هوای معشوق به پایفشانی و رقص و سما کردن. خب این همراهی با شمس دیری نپایید، بالاخره جناب شمس تبریزی همون جور که به هیچ چیز وابستگی نمیتونست داشته باشه به مولانا هم نمیتونست وابستگی داشته باشه و میخواست که قونیه رو ترک بکنه، ولی این مولانا بود که در فراق شمس تبریزی میسوخت و جانش تا و تحمل این فراق و دوری و هجران رو نداشت. یک بار دیگر شمس رو پیدا کرد و با عزت و احترام شمس رو دعوت کرد که دوباره به قونیه بیاد، ولی دوباره بعد از یک سالی تقریبا
شمس باز هم ناپدید شد و برای همیشه مولانا رو ترک گفت. مولانا بعد از رفتن شمس یک حال و هوای خیلی ویژه‌ای داشت، یک آتشی در درون فوران می‌کرد و اون رو بیتاب نگه می‌داشت. شب‌ها مدام در گریه بود و صدای گریه‌اش مداوم شنیده می‌شد و روزها هم حال احوال زیاد خوشی نداشت. چند سالی که گذشت یواش یواش این دریای مواج وجود مولانا آرامتر و آرامتر شد. در این سالها صلاح الدین زرکوب به عنوان همراه و یار و به قولی دوست مولانا بود و مولانا با عشق و ارادتی که به این مرد می‌ورزید همواره اون رو در بزرگ داشت و به قولی منزلت کریمانه نگه می‌داشت. خیلی صلاح الدین زرکوب اینا با هم دیگه یه فامیلی هم داشتن. دختر صلاح الدین زرکوب عروس پسر مولانا شده بود و یک وابستگی فامیلی هم بین اینها ایجاد شده بود. روایت هستش که حکایت شده که مولانا در بازار داشت به سمت دکان صلاح الدین زرکوب میرفت. در اونجا اون کسایی که زرکوبی میکردن تا روی مس یا طلای کارهای انجام میدادن، اون تقتقی که از چکش‌ها به گوش میرسید باعث شد که مولانا اون حال وجد و سما پیدا بکنه و در همون حینی که داشت به سمت بازار حرکت میکرد شروع به سما کردن بود. و صلاح الدین زرکوب هم به اون کسانی که داشتن زرکوبی میکردن گفت که همینطور ادامه بدید، مبادا که دست نگه دارید و این حال را از مولانا بگیرید. مولانا حکایت شد که چند ساعتی همینجور سما میکرد و اون کسانی که زرکوبی میکردن تمام اون زرها رو با به قولی کوبیدن همه رو از بین بردن، ولی صلاح الدین گفت که من به قولی هزینه همه اونها رو تقبل میکنم، شما فقط همینجور به نواختن ادامه بدید. این داستانی بود که بین صلاح الدین و مولانا وجود داشت. چند سال بعد صلاح الدین زرکوب دنیا رو به بدرود گفت و مولانا رو ترک کرد و یک غزل بسیار سوزناکی هست از مولانا که در فراق صلاح الدین زرکوب سروده. بعد از مدتی حسام الدین چلبی که میشه گفت به نوعی خلیفه دوم مولانا هست و جای صلاح الدین زرکوب رو میگیره، میاد و اون اولا خب به لحاظ زمانی مولانا از اون آشوب و تلاطم یواش یواش فرو نشسته، اون دریای مواج یواش یواش به رو به آرامی گذاشته، اون فراق درد فراق یواش یواش آرومتر شده و اون حالات عجیبی که در مولانا دیده میشه دیگه کمتر داره دیده میشه، ولی یه حالت پختگی و عمق به قولی بیکران در وجود این مرد داره ظاهر میشه. از طرف دیگه حسام الدین چلبی که یک انسان مدبر، انسان پاکسیرت، انسانی هستش که مولانا در جای جای مثنوی مدح ایشون رو میگه و چه مدح‌هایی نسبت به حسام الدین چلبی در دفاتر مختلف مثنوی هست. حسام الدین چلبی میاد و به قولی اون خانقاهی که اینها جمع میشدن اونجا رو یه مقدار سر و سامون میده و در نهایت یک روز در روایت اومده که حسام الدین چلبی میاد و به مولانا پیشنهاد میده که یا حضرت استاد، ما در اون به قولی جمع‌های سلوک و درویشانه‌ای که داریم خب برخی از افراد الهی نامه ثنایی رو میخونن، بعضی ها آثار عطار رو میخونند، منطق الطیر میخونند، چه میشد که اگر شما هم یک کتابی رو نگارش میکردید، یک کتابی رو تدوین میکردید که بعد از این یاران و همراهان شما از خواندن این کتاب بتونن استفاده بکنن و در این به قولی جمع‌های درویشان و صوفیان این کتاب خونده بشه. و مولانا مشهور هستش که از دستار خود یا از عمامه خود ظاهرن یک 18 بیتی در روی کاغذ
در میاره، میگه که من خودم هم به این فکر بودم و اتفاقا 18 بیت اول و اون دیباچه این کتاب رو هم سرودم و آماده کردم که اولین بیتش حالا خواهیم خواهد بشنم داد که بشنوید نی چون شکایت میکند از زدائی ها حکایت میکند، این بیت شروع میشه و 18 بیت ادامه پیدا میکنه. این اولین ابیاتی هستش که مولانا اینها رو در تنهایی خودش سروده، ولی ابیات دیگر مثنوی به این نحو سروده نشده، به نوعی سرایش مثنوی به حالت منبری و به قولی حضوری اتفاق افتاده. یعنی مثل بقیه شعرا این که مثلا شاعر بشینه و این شعرها رو دستبندی بکنه یا با نگارش خاصی تنظیم بکنه به این نحو نبوده، به صورت تداعی بوده. مولانا همواره شعرهاش همون لحظه تداعی می شده، بر زبانش جاری می شده، در اون جمعهایی که می نشستند شعر رو می گفته و اون افرادی که اونجا وجود داشتن به مدیریت اون حسام الدین چلبی اینها دقیقا ضبط و ثبت می شده. هر چیزی که از دهان مولانا خارج می شده اینها رو ضبط و ثبت می کرده. یعنی از این رکوردرهای ما شاید دقیق تر بودن این افراد. حتی بعضا لهجه های مختلفی که مولانا به اون لهجه ها، حالا مثلا لهجه های افغانی داشته، بعضا تو فارسی صحبت کردنش از مثلا لهجه هایی که در افغانستان استفاده میشه صحبت میکرده، حتی با اون لهجه ها هم اومدن نگارش کردن. تمام اقوال مولانا رو اینها نگارش کردن چون فهمیده بودن و درک کرده بودن که با انسان متفاوتی رو در رو هستن. این انسان انسانی نیستش که مثل انسانهای دیگری باشه و اثر و آثار او هم اتفاقا آثار دیگری خواهد بود و ماندگاری دیگری خواهد داشت. خب از افراد دیگری که بعدها از مثنوی یاد میکنم خیلی شنیدید، ولی میخوام از جامی یک شعری رو بگم که میفرماید من نگویم آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. یعنی مولانا میگه که نمیگم که ایشون پیغمبره ولی کتاب داره. این کتابش همانند کتب آسمانیه، این کتابش همانند کتب مقدسیه که از آسمان نازل شده. جامی انسان کوچیکی نیست، یک عارف بزرگ هست و این حالت و این منقبت رو در کلاس با مولانا ابراز میکنه. من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. مولانا در جای جای مثنوی باز هست، در مناقب العارفین هست، بعضا اتفاقا من میخوندم این قسمتش خیلی جاده بود برام که میگفت روزی میان به مولانا میگن که مردم در بین مردم شایع شده که مثنوی قرآن به زبان فارسیه. پسر مولانا میاد میگه که آقا اینجوری میگن قرآن به زبان فارسی میگن، ما بهشون گفتیم نگید قرآن به زبان فارسی، بگید شرح و تفسیر قرآن به زبان فارسی. مولانا برآشفته میشه، میگه که به پسر خودش میگه ای خر چرا نباشد بذارید بگن. یعنی همچین شأن و منزلتی برای کتاب خودش قائل بوده و واقعا هم در درون مثنوی شما ببینید چقدر آیاتی از قرآن ذکر شده، چقدر به این آیات قرآن تدقیق شده، دقت شده و در مورد اونها به زیبایی هرچه تمامتر صحبت شده. شیوهی که مولانا داشت واقعا اینجوری نبود که با عقل تحلیلی خودش بشینه و مثنوی رو در ذهن خودش بیاد خلق بکنه. به نوعی مولانا اعتقاد داشت که این مثنوی داره بهش الهام میشه و هر لحظه داره این رو دریافت میکنه، همان شیوهی که قرآن برای پیغمبر نازل شده. حالا من در جلسه بعدی در جاهای مختلف این به قولی ابیات رو بهتون خواهم خوند که چطور مولانا نسبت به کتاب خودش همین دیدگاه رو داره. با تعظیم و بزرگداشت ویژه‌ای که برای پیغمبر داره، برای حضرات ائمه به خصوص علی بن ابی طالب داره، ولی در این حال از اینجا میگه که این وحی و الهام درش بسته نشده و برای انسان ها هم همین وحی
اتفاق بیفته. اون چیزی که خاتمیت پیدا کرده خاتمیت رسالت و نبوت هست، ولی در وحی و الهام‌های معنوی خاتمیتی اعلام نشده و گفته نشده و همواره این ادامه خواهد داشت. دلایل خیلی زیادی هم در مورد این میاره که انشاءالله خواهیم خوند و بررسی خواهیم کرد. بنده نمیخوام دیگه زیاد مصدی اوقاتتون بشم، فکر میکنم که به اندازه کافی در مورد کلیت بحث و کلیت قضیه تونسته باشم یک دید و به قول خارجی ویوی کلی رو در مورد اون مسیری که میخواییم بریم، در مورد کتابی که میخواییم بخونیم عرض کرده باشم. انشاءالله در جلسات بعد بیشتر به این برداشت خود مولانا که چطور مثنوی رو ادل قرآن میدونه و در زید قرآن این رو معرفی میکنه، چطور نزدیک میدونه به قرآن، در مورد اینها بیشتر صحبت خواهیم کرد. فقط این رو در آخر کار بخوام بگم که مثنوی همونطور که میدونید در تقریبا سن 56 سالگی مولانا شروع شده سرایشش و 14 سال به طول کشیده، یعنی تقریبا هر دفتری بین دفتر اول و دفتر دوم 2 سال وقفه به وجود اومده. در مورد اون وقفه هم انشاءالله در جلسه آتی بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی تقریبا هر دفتر 2 سال به طول انجام میده و 14 سال حالا اون 2 سالی که وقفه به وجود اومده ادامه پیدا کرده و مولانا تا زمان مرگ مولانا این ادامه داشته و مولانا در 70 سالگی که دار فانی رو ودا میگه به نوعی اون دفتر ششم شاید بعضی ها میگن ناپایان مونده و پایان نپذیرفته، اون داستان شهزادگانی که در دفتر آخر اومده به نوعی حالا از یه جهت میشه نگاه کرد که این به نوعی پایان داره، ولی از یه جهتی وقتی نگاه میکنید ناقص به نظر میرسه. و هر حال این سرایش مثنوی تا آخر عمر مولانا ادامه داشته و مولانا دمی از این به قول مسئولیتی که به عهده گرفته بود برای خلق همچین آثار و اثر عظیمی شانه خالی نکرده. در کنار اون البته سرایش غزلیات شمس هم ادامه داشته و دیوان شمس هم به همون منوال تا آخر عمر مولانا تکمیل و تکمیل تر می شده. به هر حال این نادره فاضله تاریخ بعد از 70 سال عمر گرانبها این عرصه خاکی رو ترک کرد، ولی آثار گرانقدر ایشون به گفته عطار که آتش در سوختگان عالم خواهد زد همچنان آتش در سوختگان عالم میزنه و انسانها رو به سمت خودش فرا میکنه و اونها رو جذب خودش میکنه. به چالا توفیق بشه که در جلسات آتی وارد مباحث دقیق‌تر و کامل‌تر مثنوی بشیم و به نوعی از مقدمه انشاءالله شروع می‌کنیم و داخل بحث‌ها و داستان‌های مختلف مولانا انشاءالله بحر سواری و به قولی کشتی سواری خواهیم کرد. به امید این روز همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.